در این مقطع دولت ایران به دنبال گسترش روابط با برخی کشورهای خاص در جهان بود و یکی از بخش‌هایی که شامل این فعالیت‌های دیپلماتیک می‌شد، گسترش همکاری‌های صنعتی متقابل بود. اما نکته اینجا بود که این کشورها از نظر صنعتی از ایران عقب‌تر بودند و به همین خاطر شرایطی برای خودروسازان ایرانی فراهم شد که سایت‌های مونتاژ خودروهای ایرانی در این کشورها بنا کنند. عراق، سوریه و ونزوئلا کشورهایی بودند که با حمایت دولت ایران مونتاژ محصولات ایرانی را به صورت فول سی کی دی آغاز کردند. And today established second of the products of Cypa Group named EMISA. EMISA is the old name of home city in Syria. EMISA is a small gift from Iran to Syrian people. مدیران وقت شرکت‌های خودروساز تأسیس سایت‌های تولید خارجی و صادرات را سودآور می‌دانند. اما مدیرانی که جایگزین آنها شدند معتقدند که تأسیس این کارخانه‌های خارجی با فشار دولت بوده و پارامترهای اقتصادی در آن دیده نشده است. آنها اذعان می‌کنند که یکی از عوامل بحران نقدینگی خودروسازان در ابتدای دهه 90 شمسی همین سرمایه گذاری بدون بازگشت خارجی و صادرات خودروها زیر قیمت تمام شده بوده است. هرچند حقیقت این ادعا ثابت نشده، اما خود مدیران خودروسازی هم به فروش خودروها با ضرر در بازارهای جهانی اذعان دارند. هرچند آن را برای تثبیت در بازارهای جدید اجتناب ناپذیر می دانند. وقتی که شما خواهید ورود به بازار بکنید، با من مثلا هزینه‌های تبلیغات، هزینه تبلیغاتی که دیگه نمیتونید به صلاح بدید که اون طرف بیاد انجام بده، شما باید بهش بدید. یا مثلا واسه شما برای اینکه بیاید هر مجموعه خدمات پس از فروش ایجاد بکنید، برای هر کدوم باید بیاید یک هزینه بکنید، هزینه آموزش، هزینه در واقع نشریات، هزینه مثلا ابزار خاص هستش که اونا رو بیاید انجامش بدید. بنابراین ورود شما به بازارهای صادراتی معمولا در واقع با قیمت سر به سر یا با قیمت پایین هستش، منتها شما میتونید خیلی سریع این رو بیاید و در واقع جبران بکنید. به عنوان مثال تو بازار روسیه وقتی ما اومدیم وارد شدیم، ابتدا با ضرر وارد شدیم ولی بلافاصله اومدیم خودرو رو با آپشن دادیم. با آپشن مثلا وزن $300 میدادیم روش، منتها مثلا وزن $1000 گرانتر میفروختیم. در این دوران رئیس جمهور و مسئولان دولت وقت به خودروسازان فشار می آوردند تا مدل‌های جدیدی را معرفی کنند. با اینکه خودروسازان در پاسخ به این فشارها وعده می دادند که می خواهند در هر سال 2 مدل خودروی جدید در کلاس‌های متنوعی معرفی کنند، اما این شرکت‌ها فاقد زیرساخت‌های مهندسی در بخش تحقیق و توسعه بودند. به همین خاطر معرفی خودروهای جدید تنها به ایجاد تغییرات کوچک در مدل‌هایی که سالها بود تولید می‌کردند محدود می‌شد و تولید مدل‌های متفاوت به ندرت اتفاق می‌افتاد. یکی از مدل‌های جدیدی که در این مقطع معرفی شد خودروی مینیاتور شرکت سایپا بود که بعدها تیبا نام گرفت. این همان پروژه خودروی ملی سایپا بود که چند سال قبل متوقف شده بود و حالا مسئولان جدید شرکت دوباره آن را به جریان انداخته بودند. سایپا اعلام کرد که این خودرو با یک سرمایه گذاری $120 میلیون طراحی و ساخته شده. موتور آن متعلق به پراید بود، اما شرکت FEV آلمان آن را تقویت کرده و حجم این موتور را از 1300 به 1500 سیسی افزایش داده بود و سیستم تعلیق و ترمز آن به خودروی ریو شباهت داشت. ترکیب عناصر مختلف خودروهایی که در آن زمان در این شرکت تولید می‌شد به همراه موتور تقویت شده پراید باعث شد تا شرکت سایپا به یک پلتفرم جدید دست پیدا کند که نام آن را X100 گذاشت و اعلام کرد که از این پس تمام محصولات سایپا با استفاده از این پلتفرم تولید می‌شوند. در ایران خودرو هم پروژه طراحی اتومبیل جدیدی به نام X12 تعریف شد که بعدها سرنوشت عجیبی پیدا کرد.
داستان این خودرو از زمانی آغاز شد که مسئولان ایران خودرو با یک شرکت چینی توافق کردند که کارخانه‌ای برای تولید سالیانه 100 هزار خودروی ایرانی در چین راه اندازی کنند. مهمترین پروژه‌ای که شروع کردیم اون زمان اجاره خودروسازی توی چین بود، توی شرکت شهر تایان از استان شاندونگ بود که یکی از این دومین استان در واقع ثروتمند چین بودش و 93 میلیون نفر جمعیت داشت و اونجا با یک شرکه چینی اومدیم یه خط تولید برای استعداد 100 هزار تا رو شروع کردیم به طراحی کردن. اونجا قرار بودش که اونجا قرار بود سمن رو بیایم شروع به کار بکنیم، منتها با توجه به اینکه بازار چین بازار بسیار متنوعی بود و مذاکرات ما طول کشید، دیگه گفتن که این سمن قابلیت نهایی فروش بالا رو نداره، بریم به یک سمتی که در واقع یک چیزی اون شبیه 206 اسی داشته باشیم. اصلا رانا برای اون بازار اومد و طراحی شدش. از آنجا که شرکت ایران خودرو نمیتوانست خودروهای برند پژو را در کشور دیگری تولید کند، تصمیم گرفت تا تغییراتی در ظاهر پژو 206 صندوقدار ایجاد کند و آن را با نام خودروی جدید که مالکیت معنوی آن متعلق به خودش است در بازار چین تولید کند. طراحی دومین خودروی ملی ایران خودرو با کمک شرکت‌های چینی به سرعت انجام شد. هزینه طراحی رانا بدون به واقع خطش یه چیز حدود 10 میلیارد تومان شد، عدد فوق العاده کمی شد چون همونطوری گفتم با خودروسازای چینی شروع کردیم به کار کردن، اونها هم سریع طراحی میکردن و هم ارزون. اما این پروژه به نتیجه نرسید و ناکامی دومین خودروی ملی که رانا نام گرفته بود از روز رونمایی آن آغاز شد. تا وقتی که مجموعه رانا تموم شد و رو نمایی شد، دیگه زمانی بودش که من از ایران خود اومدم بیرون و دوستان بعدی ما زحمت کشیدن و این پروژه مهم رو تعطیلش کردن. مدیران جدید ایران خود رو این پروژه را برای 3 سال تعطیل کردند، اما بعدها خط تولید آن با یک سرمایه گذاری 100 میلیارد تومانی راه اندازی شد. ولی چون این خودرو در اساس برای تولید در بازار چین طراحی شده بود، تولید آن در ایران عجیب به نظر می رسید. چون ایران خودرو سالها بود که پژو 206 صندوقدار را تولید می کرد و شرکت پژو هم از ابتدا این خودرو را با سفارش ایران خودرو و برای تولید در ایران طراحی کرده بود. حالا ایران خودرو بعد از گذشت چند سال از تولید این محصول با یک سرمایه گذاری 120 میلیارد تومانی خودروی جدیدی طراحی کرده بود که تفاوت اندکی با پژو 206 صندوقدار داشت. این بدین معنی بود که این شرکت با یکی از محصولات پرفروش خودش رقابت کرده. The launch of the new Kia Sportage today is another important landmark in the evolution of our brand in Europe. The outstanding all-new Kia Sportage. در طول سال 88 و 89 کم کم نسل جدید خودروهای شرکت هیوندای و کیا به بازار عرضه شدند. خودروهایی که حاصل سرمایه گذاری این دو شرکت در بخش تحقیق و توسعه و محصول کار چند ساله پیتر شریر، توماس بارکل و همکارانشان بود. علارغم موفقیت‌هایی که این دو شرکت تا پیش از آن کسب کرده بودند، اما نسل جدید خودروهایشان یک نقطه عطف برای آنها و به طور کل تاریخ خودروسازی کره جنوبی بود. با اینکه خودروهای جدید این دو شرکت کره‌ای هنوز از نظر دوام و لذت رانندگی با محصولات شرکت‌هایی مثل تویوتا و هوندا فاصله داشت، اما طراحی متفاوت و امکانات رفاهی فراوان محصولات هیوندایی و کیا باعث شد تا خودروهای جدیدشان در بسیاری از بازارها به میزان فروش تویوتا و هوندا نزدیک شوند.이런 데 이제 고급 차들도 한국에서 좀 생산해 보자고 해서 그 지속적으로 뭐 새롭게 나오는 차들은 뭐 BMW나 이런 거하고 비교를 해 가지고
그거랑 뭐 별 차이 없는 차라 이렇게 얘기를 하는데 이제 여전히 이제 그런 부분들에서는 조금 그 뒤지는 부분들이 있는데 하여튼 지금 이제 그렇게 그런 쪽에서 이제 격차를 줄이기 위해서 이제 노력하는 쪽에 좀 포커싱을 맞추고 있습니다. 사실 한국 자동차는 그 독일 차의 어떤 그런 퍼포먼스 부분이라든가 또 아니면은 일본 차들이 갖고 있는 그런 감성적인 그 드라이빙 그 느낌 또 미국 차들이 갖고 있는 또 어떤 대형화된 그런 추세 이런 부분들을 복합적으로 다 만족을 시켜주고 있는 그런 수준까지 발전을 했다. 그래서 어떻게 보면은 가장 큰 장점들만 모아놓은 그런 차다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 10 سال قبل مدیران هیوندای و کیا اعلام کرده بودند که از این پس استراتژی این دو شرکت سرمایه گذاری برای بالا بردن کیفیت است و افزایش تیراژ دیگر جزء اولویت‌هایشان نیست. حالا این استراتژی در یک دوره 10 ساله باعث ورود این شرکت‌ها به بازارهای جدید و افزایش تیراژ شده بود. به طوری که 1 سال بعد شرکت هیوندا و کیا 4 میلیون خودرو تولید کردند. کنید اینجا 최근 들어서는 한국 자동차 국내 생산은 별로 늘지 않고 있습니다. 왜 그러냐면 그렇게 이제 수출 비율이 높고 그래서 이제 그 선진국들하고는 통상마찰이 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 계속적으로 이제 한국이 너무 수출은 많이 하고 수입은 안 한다 그래가지고서는 이제 통상 압력을 많이 넣었었거든요. 그래서 이제 결국은 뭐 미국에서도 현지 공장을 만들었고 또 유럽에서도 슬로바키아하고 체코에 현지 공장을 만들어가지고서는 이제 محصولات جدید این دو شرکت حتی شرکت‌های خودروساز کره‌ای را هم دچار مشکل کرد. این شرکت‌ها که تحت تأثیر بحران به وجود آمده در بازارهای مالی جهان شرایط خوبی نداشتند به دلیل عرضه نسل جدید خودروهای هیوندایی و کیا با افت فروش بیشتری مواجه شدند. GM does not have any plan to sell GM Daewoo. شرکت جنرال موتور اعلام کرد که از این پس در هیچ کدام از بازارها از برند دوو استفاده نخواهد کرد و خودروهای تولیدی این شرکت تنها با برند شورولت عرضه می شوند. این تصمیم جنرال موتور به معنی از بین رفتن کامل یکی از مشهورترین برندهای خودروسازی کره بود. شرکت رنو سامسونگ هم در سال 2010 با افت فروش 27% در بازار داخلی کره جنوبی مواجه شد. این افت فروش در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد و در سال 2012 این شرکت نیمی از بازار داخلی خود در کره را از دست داد. این مشکل باعث شد تا رنو سامسونگ 20% از کارگران خود را اخراج کند. به دلیل افت فروش محصولات شرکت سانگیانگ، شرکت سایک موتور چین که مالک این شرکت کره‌ای بود، تصمیم گرفت تا بخشی از کارگران این شرکت را اخراج کند. این تصمیم با عکس‌العمل شدید کارگران کره‌ای مواجه شد. اتحادیه کارگران که از ابتدا با مدیران چینی شرکت سانگیانگ مشکل داشت، در مقابل این تصمیم ایستاد و تولید خودرو را در این شرکت به طور کامل متوقف کرد. با شدت گرفتن بحران، کارگران سانگیانگ مانع از ورود مدیران این شرکت به کارخانه شدند که منجر به دخالت پلیس و خشونت شد. در درگیری میان کارگران و پلیس، بخشی از کارخانه سانگیانگ تخریب شد و تعدادی از مسئولان اتحادیه کارگری بازداشت شدند. هرچند پلیس موفق شد اوضاع را آرام کند، اما چینی ها تصمیم به واگذاری این شرکت گرفتند. We are interested in the investment in SsangYong Motors primarily because we see a very strong strategic fit between the two companies. And our main goal is that by combining SsangYong and Mahindra, we think we can build
a very strong global company with specific strengths in the utility vehicle area. پس از یک سال مذاکره با خریداران، در نهایت سانگیانگ به شرکت هندی ماهیندرا فروخته شد و چینی ها بازار خودروسازی کره جنوبی را ترک کردند. در همین زمان بازار خودروسازی ایران در آستانه یک بحران قرار داشت. در طول سال 88 و 89 به دلیل ثابت نگه داشته شدن قیمت دلار توسط دولت و بالا رفتن تورم، واردات از چین بسیار ارزان تر از تولید در داخل کشور بود. به همین دلیل بخشی از قطعات مورد نیاز شرکت‌های داخلی در چین تولید می‌شد و با بسته‌بندی ایرانی به عنوان محصول تولید داخل وارد کشور می‌شد. این در حالی بود که اختلاف ایران و غرب به دلیل پرونده هسته‌ای روز به روز شدیدتر می‌شد و وابسته کردن صنایع خودروسازی به قطعه‌سازان چینی نمی‌توانست عاقبت خوبی داشته باشد. جدا از این، سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های غیر مرتبط باعث کم شدن میزان نقدینگی این شرکت‌ها شد. وقتی شرکت‌ها از نظر پولی تضعیف شدن، دیگه قدرت خرید این نبود که مثلا من برم برای 100,000 تدارک ببینم. مجبور بودم برای 3,000 تدارک ببینم. چرا؟ چون پول رفته بود تو بورس. پول رفته بود تو باشگاه، پول رفته بود تو کارهای دیگر. تو کار واقعی خودرو نرفته. شما ببینید سهام در اومده، ببینید تو سهام، ببینید سهام بازی که عضو هیئت مدیره همین شرکت ها میگفت که آقا تولید که سود نداره، که عضو هیئت مدیره تولید سود نداره، بورس بازی سود داره. و رفتم اون کارو کردم، خاک سیادشون. هرچند برخی از مدیران خودروساز بعدها اعلام کردند که با فشار مسئولان رده بالای دولت این کار را کردند. در سال 89 تصمیماتی در این گروه بزرگ صنعتی کشیده شد که گرفته شد که این تصمیمات در سال 90، اواخر سال 90 به تدریج آثار خودش رو نشون داد و ظرف 6 ماه در سال 91 شرکت رو به فلاکت به معنای واقعی خودش رسوند. ایجاد بدهی های 2500 میلیارد تومانی که 1800 میلیاردش ناشی از خرید سهام بود، یک شرکتی مثل بوندو رو که 250 میلیارد بیشتر نمیارزید با 480 میلیارد 400 خورده میلیارد خریدن و بقیه پروژه هایی که هیچ کدومشون دارای توجیه اقتصادی نبود، شرکت ما رو به این روز انداخت. به غیر از این، با بالا رفتن تعداد کشته‌های حاصل از تصادف رانندگی و آلودگی بی‌سابقه هوا در شهرهای بزرگ، مجلس استانداردهای اجباری را برای ایمنی و میزان آلایندگی خودروها تعیین کرد که خودروهای پرتیراژ داخلی با هیچ کدام از این استانداردها همخوانی نداشت. به همین خاطر خودروسازان حاضر به پذیرش آن نبودند و دولت هم طبق معمول از خودروسازان حمایت می‌کرد. حتی چند بار پلیس ایران به خاطر همین قانون از شماره کردن خودروهای تولیدی خودداری کرد. اما لابی قدرتمند خودروسازان در دولت توانست هیئت دولت را مجبور کند که اجرای این قوانین را به تعویق بیاندازند. توجیه دولت در این حمایت بی حد و حصر از شرکت‌های خودروساز نقش آنان در ایجاد اشتغال بود. این در حالی بود که هر سال تعداد کشته شدگان بر اثر تصادف در جاده‌ها برابر با تعداد کارگران یکی از این شرکت‌های خودروساز بود و به تعداد کل شاغلان صنایع خودروسازی در جریان این تصادف‌ها معلول باقی می‌ماند. به طوری که در یک دوره 8 ساله از سال 83 تا 91 202,000 نفر بر اثر تصادف کشته و 2,570,000 نفر مجروح شدند. قانون تصویب میشه، مصوب میشه، شورای استاندارد مصوب میکنه که کیسه هوا باید خودروها از ابتدای مثلا سال 91 یا ابتدای سال 92 داشته باشن. ما در همون روز بلا فاصله اون مهلتی که داده میشه به اتمام میرسه، همون روز شماره گذاری رو مسدود میکنیم. اونها چون در واقع میدونن پلیس به هیچ وجه
مماشات نمیکنه، کوتاهی نمیکنه، برگشت نمیکنه، میرن قانون رو در واقع عوض میکنن. ما میگیم در شرایطی که رقابت وجود نداره نظارت باید به حد اعلای خودش باشه، یعنی اون مجموعه ای که متولی نظارت هست کاملا مستقل از تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده باید باشه، دارای اختیارات کافی و لازم باشه، بتونه از حقوق مردم دفاع بکنه. در چنین شرایطی تیراژ این خودروهای بی کیفیت و ناامن روز به روز بالاتر می رفت و در سال 91 به 1,600,000 دستگاه در سال رسید. مسئولان دولتی و مدیران شرکت‌های خودروساز که از این موفقیت خرسند بودند، به ناگاه با تحریم‌های سفت و سخت کشورهای غربی بر ضد ایران مواجه شدند. همین چند روز پیش بود که پژو فرانسه هم گفت دیگر قطعات اتومبیل به ایران نمی‌فرستد. کره جنوبی و ژاپن هم اعلام کردند که دیگر با ایران کار نمی‌کنند. شهرداری نیویورک و سازمان اتحاد بر ضد ایران هسته‌ای از نیسان خواستند به همکاری با ایران پایان دهد. پژو سیسوان پارسال همکاری با ایران را متوقف کرد. این تحریم‌ها باعث شد تقریباً همه شرکت‌های خارجی که خودروهایشان در ایران تولید می‌شد از ارائه قطع خودداری کنند و تولید بسیاری از خودروهایی که سال‌ها بود در ایران مونتاژ می‌شد متوقف شود. جدا از این، به دلیل سه برابر شدن قیمت ارز، دو شرکت بزرگ خودروساز که بخشی از تولید قطعات را به چینی‌ها سپرده بودند، با بحران مواجه شدند، چون قیمت این قطعات هم سه برابر شد. در این شرایط، خودروسازان هم تصمیم به گران کردن محصولاتشان گرفتند. هرچند دولت در ابتدا با این موضوع مخالفت کرد، اما در نهایت در مقابل خودروسازان کوتاه آمد و قیمت خودرو در مدت کوتاهی در داخل کشور سه برابر شد. این افزایش قیمت حتی برای خودروهایی که سالها بود گفته می شد بخش عمده از آنها در داخل ساخته می شود هم اتفاق افتاد. مگه نمی گفته اون خودکفاییم، ساخت داخل بالا داریم، مگه از همین ساخت بالا داریم سوء استفاده مگه نکردن برای چیز کردن کاهش حقوق عوارض گمرکی؟ بعد وقتی که عدسکر تموم شد مرد، پژو تموم شد، پژو که اول ساخت داخل داشتیم، پرایدی که ساخت داخل داشتیم که کمبود نقدینگی خودروسازان و مشکلات تأمین قطعه باعث شد که آنها در سال 92 با افت 40% تولید مواجه شوند. این افت تولید زمینه بسیار خوبی برای فعالیت خودروسازان چینی در ایران فراهم کرد. ورود شرکت‌های چینی به بازار ایران باعث شد تا شرکت‌های خودروساز کوچکی در داخل ایران آغاز به فعالیت کنند که کارشان تنها مونتاژ این خودروهای چینی بود. این شرکت‌ها یک پک فول سی کی دی خودروهای چینی را به قیمت 7,000 تا 8,000 دلار می‌خریدند. این پک مشمول 26% عوارض گمرکی می‌شد. به این مبلغ هزینه‌های مونتاژ، رنگ و سود شرکت خودروساز هم اضافه می‌شد و نهایتاً با قیمت 40 تا 50 میلیون تومان به بازار عرضه می‌شدند. با اینکه این قیمت گرانتر از خودروهای تولیدی در ایران بود، اما به دلیل ظاهر بروزتر و امکانات فراوان برای مصرف کننده طبقه متوسط ایرانی جذاب بود. شرکت بازرسی کیفیت آمار میگیره از وضعیت کیفیت خودروها در ایران. چینی ها بدترین کیفیت رو دارن. هرچند در ابتدا انتقادهایی نسبت به حضور چینی‌ها در ایران مطرح شد، اما در نهایت دو خودروساز بزرگ هم برای جبران افت تولیدشان به این فرمول روی آوردند. ولی مشکل اینجا بود که شرکت‌های بزرگ خودروساز به دلیل مشکلات مدیریتی و هزینه‌های جانبی بالا نمی‌توانستند در بازار خودروهای چینی با شرکت‌های کوچک بخش خصوصی رقابت کنند. حضور گسترده شرکت‌های چینی هم در بخش قطعه‌سازی و هم در ساخت خودرو نشان داد که صنعت 60 ساله خودروسازی در ایران بدون کمکی کشور خارجی امکان حیات ندارد.
صنعتی که اگر حمایت بی حد و حصر دولت را نداشته باشد، حتی نمیتواند روی پای خود بایستد و در یک بازار رقابتی به سرعت ورشکست خواهد شد.